دوستای بسیار عزیزم، سلام عرض میکنم. شفیع عیار هستم. یک بار دیگر بازم شما را به برنامه امروز خود که جنوری سال 2013 میلادی است خوش آمد میگم. برنامه امروز ما روی یک جلسه بوده که در 16 دسامبر سال 2012 میلادی در شمال کالیفرنیا در یک هال یا سالون به نام کانیون ویو هال انعقاد یافته. البته جلسه به دعوت دو نفر از بزرگهای افغان، یکی جناب آقای عبدالستار سیرت و یکی دیگه هم ارشد ارشاد، هر یک رئیس حوزه علمی معلم و رئیس تلویزیون نوبنیاد ایمان. بین که ما شما را ببرم در ورق هایی که امید و بنیاد خودشان نوشته کردن و بیرون دادن بعد از انعقاد این جلسه، دو نفره که در اینجا به عیس محرر بوده، یکی یک آقای به نام مجددی است و دیگر آقای حبیب محمدی هستند که جزو از این دو ارگانیزیشن هستند. در آغاز از این مجلس جناب صفی الله آیات از قرآن پاک تلاوت میکنند، بعدن خوش آمدید توسط دکتر ارشد ارشاد، رئیس تلویزیون اسلامی ایمان. اسلامی چه باید حتما بگویم، رئیس تلویزیون اسلامی ایمان. بر علاوه خوش آمدید آجندای مجلس به این ترتیب بیان گردید، یعنی آقای ارشد ارشاد آجندای مجلس هم میگرد. چگونه متحدانه با هم همکاری کنیم؟ چگونه از معتقدات دینی، ملی و فرهنگی خود دفاع کنیم؟ میره خوب با خاطرتان بسپارین. اولش ایست که چگونه متحدانه با هم کار کنیم. دوم، چگونه از معتقدات دینی، ملی و فرهنگی خود دفاع کنیم. سوم، نظریات و پیشنهادات همکاری با تلویزیون اسلامی ایمان. و اینا در اینجا ادامه میتن که هر مهمان حق داره که نظریات و پیشنهادات و انتقادات خود را برای 2 دقیقه تا 3 دقیقه در این مجلس ابراز بکنن. اما میفهمین که در اینجا گفته میشه که این مجلس دعوت شده بود مردم توسط کارت هایی که جناب ستار سیرت و ارشد ارشاد فرستاده بودند، یعنی کسایی را که خودشان میخواستند. اگر یک مجلس شخصی می بود در رابطه تنها با حوزه معلم و یا تلویزیون اسلامی ایمان، این کدام مشکل نمی بود. خب میتونن که دیگرها را بیرو بکشن، خودشان باشن. اما وقتی که شما میگین که ما یک مجلس داریم که چطور میتونیم با هم متحدانه کار بکنیم، چطور از معتقدات دینی و فرهنگی و ملی خود دفاع کنیم، این فکر میکنم یک وظیفه عام‌تر است، یک وظیفه که تنها به چند فرد تعلق نمیگیرد، بناهن مسئولیت ازی هم در دوش چند فرد نمی باشه، بناهن حق دعوت ازی هم در محدوده تسلط یا امضای قلم های خشکیده چند نفر نمیتانه باشه. اما حالا که شما خواستین کمی وظیفه را به دوش خود بگیرین، مبارک باشه. خدا کنه که شما از عهده ازی بیرو برآمده بتانین، چرا سالهای گذشته همش در خواب و در خیال تیر شده. حالا بیاین که پیش بریم. بعد از اینکه جناب ارشد ارشاد میگن که کسایی که در اینجا اشتراک کرده 2 تا 3 دقیقه گپ زده میتونن، اولین کسی که میخیزه جناب عبدالستار سیرت هستن. اینا میخیزن و 16 دقیقه و 47 ثانیه به اساس کاغذهای خودشان گپ میزنن. چرا؟ به نظر شما آقای عبدالستار سیرت چه چیز بلندتر دارن که قاعده چندین نفر حق داره که گپ بزنن؟ ما همیشه میگم که آدم از خردی به خردی پیر میشه. اینمی ما انسان ها زندگی خود از آغوش شروع میکنیم، نمیکنیم وقتی که تولد میشیم در آغوش مادر پدر، به خاطر از اینکه کمک نیاز داریم، نمیتانیم سر پای خود استاد شیم، نمیتانیم به دندان خود غذا بجویم و آسان قرب بکنیم، بناهن از آغوش شروع میکنیم. بعد از او کم کم چارغوک،
بعد از او کم کم استاده و افتیده و استاده و افتیده پیش میریم تا که در جوانی و سن 50 و 60 و 65 70 میرسیم. بعد از او میبینیم که عقب گشت است. دوباره به کدام طرف میریم؟ به طرف طفلی. باز یک سه میرسه که زندگی ما به چار غوک میشه، به زیر شانای ما باید نفر درایه که را بریم و آیسته آیسته از بستر خیستن هم میتونیم. و این تنها از نقطه نظر فیزیکی نیست، از نقطه نظر مغزی هم این امید تکامل به شکل منفی دوباره پیش میره، مثل اونم قدرت گشتن و ناگشتن که از آغوش شروع شده بود. یک حصه میرسه که منظور ماست که یعنی یک گلاس آبوتن، یعنی توانمندی مغزی خوده آهسته آهسته از دست میدهیم. اینی وقت است که از 70 زیادتر میشیم، از 75 زیادتر میشیم. معمولا و خصوص آله باید همی کسایی که از 70-75 زیاد میشه، یار ما و شما سرشان یک ترحم کنیم، اجازه بدیم که یا برن به زندگی های شخصی خود برسن، زندگی هایی که از اکثر ما فیلیر بوده. اما متاسفانه یک تیاد دینمی پیش روی استاد است و میاین و اونمو پرگویی های خود که مشخصه یا یکی از مشخصه سن زیاد است یا کبر سن است با پیش میبرن. ده حدود 17 دقیقه آقای ستاره سیرت سخن میدوانند، مثل که چنگیز خان اسب خود بدون زین میدواند. ولی بیاییم ببینیم که چی میگن، اتمی گپای قابل استفاده دارن. دیجه نوشه میشه ده صفحه دومه از امی اوراق ازیا که بعد از آقای ارشاد اشراد، جناب پروفسور عبدالستاره سیرت رئیس اوزه معلمون و چند نفر بیچارهای را که گرفته زیر دست خود، مثل صفی الله صمدی و غیره و غیره، اینا رئیس از اینا بیانیه مختصرش 17 دقیقه آقا گپ میزنه و اینا نشته میکنن، مختصر اما معجز، برعکس شست دراز و کم مانا، درباره اهمیت اتحاد، اتفاق، همبستگی و وظیفه ما برای دفاع از معتقدات دینی، ملی و فرهنگی و همکاری مادی و معنوی با تلویزیون اسلامی ایمان با استناد آیات قرآن مجید و احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان داشتند. اینا میخیزن و درباره از اینکه چطور از معتقدات دینی و ملی و فرهنگی خود دفاع بکنیم، اینا خوب به خاطر بسپارن. نکات مهم صحبت های استاد سیرت این است: امت تو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین امت هاست به سه دلیل: امر به معروف، نهی از منکر و ایمان به الله. ایگه پزیا به اساس آیات قرآن است اما مکمل نیست. اگر یک کس اینمی گپ امروز میزنه، غیر مستقیم میتونه که در ذهن مسلمان ها بته که ما بهترین استیم، پیغمبر ما بهترین است، کتاب ما بهترینه، از دیگران منسوخ شده کتابشان و پیغمبرایشان بناهند یا اما مسلمانشان یا گردن باید بزنیم. ای یک بیانیه خوب نیست، ای میتونه یک بیانیه که سوپرماسی یا بلندگویی و بلند پروازی مذهبی را دامن میزنه، و خصوص در ما مسلمان ها که بسیار عام است. از این خاطر ما هیچ وقت در یک بیانیه خود اتی یک چیز استفاده نمی کنم. برای از این که این غلط فهمی آقای ستاره سیرت از پشتشان پاک کنم، باید بگویم که نظر به قرآن پاک، همه مردم با ادیانی که خداوند به ما فرستاده میتونن باشن و خداوند بزرگ در واقع میخواهشان که باشن، و ایره مد آیات متعدد در برنامه های متعدد به طور مثال واز محمد ای پرفکت مسلم، معجزات پیغمبر، How to Defend Islam، و فکر میکنم در برنامه های دیگه مد سر از یا برنامه دیگه مسلم، جوز و کریستینز، ایره بسیار به خوبی تشریح کردیم. ایگه پر اکی نام میزنن با وجود که در رابطه با قرآن است، اما به دو دلیل
درست نیست، یکی که مردم دیگه هم امر بالمعروف میکنن، نهی از منکر میکنن و به خداوند یک تا باور دارن. و اما تو آیت در قرآن پاک است در مورد جوش ها و مندار کرسچن ها که عین ایمان ندارن. بنان یک گپ است که مردم با کار غلط با فکر غلط تحریک میکنن و ما ایره انتقاد میکنم. چیز دیگره که در جمله گپای مهم از یاد ایجا نوشته کردن ایست که اسلام از اولین روز تا امروز دشمن دارد. در صدر اسلام دشمنان کفار، مشرکین و منافقین بودند. گپشان درست است، اسلام از صدر خود دشمن داشته، اما مهمترین دشمنهای اسلام کی بوده؟ اولینش ابو سفیان بوده، یزید بوده، معاویه بوده، کسی که پیغمبر از مکه بیرون کشید کی بود؟ ابو سفیان بود. اما اگر ببینین بعد از دهه سوم قدرت به دست ابو سفیان اولادش میفته تا دهه دوم و سوم قرن دوم هجری اینا امپراتوری اسلامی را به اساس چور و چپاول و غارت در دنیا با وجود میارن و ترویج میکنن و پیش میبرن و گسترش میدن که برای ازی اعمال زشت خود به صدها هزار احادیث ساختگی کار داشتن که آقای ستار سیرت یکی از پیروهای بسیار ورزیده اونمو احادیث ابو سفیان هست، اونمو اعمال زشت معاویه و یزید است. بناهن ایگه پشان درست است که اسلام دشمن داشته، اما آقای ستار سیرت در کتگوری اونمو دشمن آمفته و تمام کسایی که مشرکه، تمام کسایی که میگه بعد از قرآن حدیث است یا مشرک هستن، کسایی که میگه بعد از خدا پیغمبر است مشرک هستن. و ما ایره در برنامه های مختلف خود تشریح کردیم. برین سیمین عمر، ستار سیرت، فضل غنی مجددی، اینا را در یوتیوب بزنین با شفیع یار، مثلا سیمین عمر با شفیع، ستار سیرت با شفیع، فضل غنی مجددی با شفیع، این برنامه را ببینین. این ما بسیار خوب توضیح دادیم. اینال ای آقا چی میگه؟ ای وقتی که تشریح میکنه که امروز دشمن ها کیست، نمیگه که جناب ستار سیرت و کسایی که به حدیث ساختگی باور داره. بیاین ببینیم که اینا چی میگن. فعلا دشمنان اسلام مؤسسات و تنظیم هاست. کدام مؤسسات و تنظیم ها؟ منظورشان از امریکا و اروپا است. میگویند قرآن با ما کافی است. ای البته در مورد یک آدم مثل ما، آقای وسیق و کسایی که مثل ما فکر میکنند، میگویند برای ما قرآن کافی است، حدیث ضرورت نداریم. پیغمبر ما باز بر شما میگم آقای ستار سیرت، پیغمبر ما از چی پیروی میکرد؟ گفتار و کردار و پندار پیغمبر ما به اساس چی بود؟ آیات قرآن. از اینی خاطره که ما میگم اگر قرآن پیروی کنی حدیث هم پیروی کردی. این از اینی خاطر است که ما میگیم قرآن کفایت میکنه. ولی آقای ستار سیرت میگه نه، در او صورت خو یزید، ابو سفیان، معاویه یا بیکاره میشن، جنایات، بازی دادن، فریب دادن یا کلش از بین میره، دوستی و شفقت و مهربانی به وجود میه. در او صورت ستار سیرت هیچ مانا نداره، آقای صمدی، قاری صفی الله و دیگه یا از بین میرن. این حال یا چی میگه؟ میگه آل دشمنای اینی مردم است. ولی در اینجا باز گپ میزنن که ما از اینی خاطر است که ارگان نشراتی داشته باشیم، تلویزیون اسلامی ایمان داشته باشیم. بعد از این آقای اشد اشراد دوباره بیان میتن. بعد از او به تعقیب از یک آقای به نام حبیب هوتکی که از افغانی کلتوری تولن هستن میخیزن و گپ میزنن. اینا گپ بسیار خوب میزنن. جامعه ما دو مشکل دارد، یکی دینی یکی ملی. برخورد شما در ساحه دینی ضعیف است، فکر می شود شما می ترسید. یا می خیزه بر آقای ستار سیرت میگه که ما را بازی نده آقا، وظیفه ما دفاع از دین است، معتقدات ملی و فرنگی. از دین شما کی دفاع کردین؟ اینمی یک کمبود است آقای ستار سیرت. شما حوزه معلم داشتین، ده 15 سال 20 سال ما برای شما پیسه دادیم، مردم رو بازی دادین که پیسه بدین که ما از اسلام دفاع میکنیم، که ما از اسلام دفاع میکنیم. حال مردم ها در برنامه دارن میگیم که بر علی دین گپ میزنن، حال چرا نمیری دفاع نمیکنی؟ چرا حوزه معلم چی کرده که دفاع نمیکنه؟ اگر شما قدرت دفاع ندارین چی حاجته که حالا ما یک تلویزیون دیگر هم
برای شما پیسه بدیم که ایره بچلانین برای از اینکه آقای ستار سیرت امروز چی میگفت یا آقای ارشد ارشاد. به دنبال از یا یک آقای دیگه که استاد یونیورسیتی در هرات است، جناب حزین گپ میزنن. اینا چون در اینجا زیاد آقای ستار سیرت گفت که دشمن های اسلامت تو میکنه و دشمن های اسلامت تو میکنه و در اینجا 16 دقیقه 17 دقیقه آقای حزین میخیزه، البته یا حتمی برای تحصیل آمدن در امریکا، آقای حزین از استاد که استاد یونیورسیتی هرات است میخیزه میگه اتحاد و اتفاق ضروری است. یعنی ما که شما در این عمقی دستم و راجع به موزلات وطن معلومات را اگردی، یعنی او گپای شما هم درست است. نبود هماهنگی نگرانی های را در اینجا بارآورده است. ایران میفهم که مردم ها که یکی دیگه بسیار نزدیک نیستن، کاش که می بودن و امی که نیستن یک مشکلات است. راجع به تعرضات و مخالفت با دین اسلام در این سرزمین اطلاعی ندارم، لطفا معلومات بدهید. یا بر آقای ستار سیرت میگه که خودت میگه که مردم ها خیستن و قرآن توین میکنن و خدا را و پیغمبر را دیگه و دیگر آل بخیر. ایره خو ما هیچ خبر ندارم، خو خیلی بخیر معلومات بده. یعنی کاکا را میفهمانه که ما کیجا آمدیم از افغانستان، ما کدام آدم بیعقل نیستم که توی یک جمعه دیستی بازی بده. در این وقت آقای ستار سیرت بسیار قار میشه، میخیزه و باز برای چند دقیقه صحبت میکنه، برای 7 دقیقه دیگه سعی کنین چی میگه. تبصره و معلومات پیرامین صحبت های قبلی راجع به تعرضات و توهین ها به اسلام چنین بیان گردید توسط آقای عبدالستار سیرت. آنها شک و نفاق می اندازند، به احتمال زیاد ما یا یک آدم مثل ما است، در تلویزیون ها، در تلویزیون اهل بیت که ای البته مربوط یک آقای دیگه است، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را کافر خطاب می کنند، با عایشه صدیقه فحش می گویند، در حالی که در قرآن چندین بار به نیکویی ایشان اشاره شده است و 11 آیت در سوره نور به پاکی بی بی عایشه صدیقه آمده است. در این قسمت آقای ستار سیرت باز یک تهمت به قرآن می کنند و دروغ و به افترا متوسل می شند. مردم میگه که آقای ستار سیرت بسیار می فهمه اسلام نمی فهمه. این آیات را که اینا در سوره نور میگه، ای راجع به پاکیزگی بی بی عایشه صدیقه نیست. اگر کسای قرآن می فهمند، سر عایشه یک تهمت شده بود که ای با یک آقای به نام مروان یا به نام آقای صفوان فکر می کنم کدام رابطه جنسی داشته. ای تهمت که وقتی میشه پیغمبر بر علاوه تحقیقات های دیگه که می کنه، بالاخره از خداوند توسط جبرئیل برش آیات می آید در مورد از ای که اینمی دختر که حضرت بی بی عایشه است، اینمی رابطه نامشروع را با این نفر دیگر نداشته. اینال ای آقا چی میگه؟ میگه 11 آیت در ایجا آمده راجع به پاکیزگی بی بی عایشه. مردم تو فکر میکنه که البته آیات از خداوند آمده که بعد از پیغمبر عایشه است. یه گپ نیست آقای ستار سیرت، شما نباید اتو مردم را به کجراها بکشانید. بعد از او بازم میخواید تحریک کنه، مردم میگه یک آقای ایرانی آمده در کدام تلویزیون گفته که پیغمبر یک چوپان بچه بی سواد بود. حالا مگر شما ایره انکار میکنین؟ کدامشه؟ چوپان بودن یا بی سواد بودن؟ آیات قرآن پاک اینمی بی سواد بودن پیغمبر ما را به تکرار میاره. شما این را انکار میکنین؟ ما خود میفهم که شما از قرآن نمیفهمین، حتمی در حدیث ساختگی خواندین که پیغمبر ما اتو بود. و دیگه ای که میگن چوپان بچه نبود، خیلی شما آقای ستار سیرت به ما بگوین پیغمبر ما چی کار میکرد؟ تجارت میکرد؟ اما یک دفعه که تا شام رفت یا شاید دو دفعه دیگه چی؟ نجار بودن؟ گلکار بودن؟ تجارت گاو داشتن؟ شیر بز میفروختن؟ حتمی گل لاله میکشتن؟ نفهمیدم آقای ستار سیرت، میتونین امیر یک توضیح بتین؟ اینال ما اینی چیزا رو توهین به پیغمبر خود باید نگیریم. چیزی که در قرآن راجع به پیغمبر ما گفته شده، اگر ما او را تکرار کنیم فکر میکنین توهین است؟ نیست. اما اگر یک کسی ایره باعث توهین به پیغمبر ما میگه، ما کت از او هم نظر نیستیم به هیچ وجه.
میتونه یک آدم برای توهین به پیغمبر ما او یک گوسفند چران بود او یک آدم بیکاره بود، ای یک توهین خوب نیست. اما آیا ما گلون مردم پشه کنیم برای زیب؟ نه. قرآن پاک آقای محترم با شما ای را درس میده. آزادی بیان امروز در امریکا است. شاید 200 سال 300 سال دموکراسی، شاید 400 سال 500 سال، اما سعی کنین قرآن 1400 سال پیش یک دموکراسی خوب، یک آزادی بیان است. و ما ایره در برنامه خود برین برنامه چی ببینین How to defend Islam، ایره ببینین که شما بیاموزین آقای ستاره سیرت که دموکراسی اسلامی و حق آزادی بیان چی است. و در برنامه های مکراجع به دکتر یونس است. ما دو سه برنامه دارم، دکتر یونس Confused and Confusing، دکتر یونس Bullying Afghans، و دیگه یک برنامه دارم به نام حبیب مایک تلفن کانورسیشن ویت حبیب هوتکی، دیگه داود نزار با شفیع یار. اینا برنامه هایست که در وقتی که اینا خیسته بودن همی یا آقای که بو میزنه که ما تلویزیون زرین سومی کنیم، ما در این وقت دموکراسی اسلامی را هم تشریح کردم، دموکراسی امریکایی را ایر شما ببینین. اینال آقای ستار سیرت یک کم دگام پیش میره و میخواین که میابی به اوتکی را یک چوب کاری کنن. چرا؟ یا گفت که اتا معلومه شد که شما میترسین از اینکه از اسلام دفاع کنین. در اینجا باز آقای چی میگه؟ در جواب حبیب اوتکی گفتن ما ضعیف حرکت نمی کنیم، ما مطابق موعظه حسنه اخلاق و سلوک نیک اسلامی و انسانی عمل می کنیم، ما عین روش آنها را داشتن نمی توانیم. یعنی سعی کنیم. اینا چی میگن؟ میگن ما آقای اوتک ما و بد اخلاقی از وانه نمیتونیم داشته باشیم، ما به اساس یک روش انسانی خوب آدمکای با اخلاق پیش میریم. خیال آقای ستار سیرت که حبیب هوتکی میگه که کجاست قمچینایتان؟ کجاست شمشیرایتان؟ برای مردم بکشین، شما که نمیکشین میترسین، برای حمله انتحاری. نه، آقای حبیب هوتکی یک آدم بسیار متمدن، یک آدم هوشیار فهمیده است. آقای حبیب هوتکی با شما میگه که یعنی شما چطور به اساس قرآن پاک یا احادیث ساختگی حداقل یا گپ هایی که باعث عالم آیا دارین دفاع نمی کنین؟ دفاع شما کجا است؟ شما در کدام خط استاد هستین که دفاع می کنین؟ این باز عوضش میگه که ما به اساس چطورکایی حسنه پیش میریم. همی که آقای ستار سیرت و طرفدارشان کلشان میگه ما نمی خواهیم که تازی ها گپ بزنیم به خاطر که یا حدیث قبول نداره. سعی کنین من با شما گپ میزنم، شما اهل حدیث هستین، ما زیادتر با شما گپ میزنم به خاطر که فکر میکنم شما مشرک هستین، فکر میکنم شما غلط میکنیم، فکر میکنیم که شما مردم را به کشراها بردین. ما مردم را پس میکنم با کدام را؟ اینمیش فکر ما خوشمشیر ندارم، ما کدام بوکس مردم را نزدیم، با گپ، با کلمات خود. اینال شما چرا این کار را نمیکنیم؟ منظور آقای حبیب هوتکی این نیست آقای ستار سیرت. اینال سعی کنین که باز چی میگن آقای ستار سیرت. در اینجا میگن که ما کدیم، اینه سعی کنین، ما در مجمع علمی مراکز اسلامی معلم با حضور علمای معلم پنج موضوع مهم را زیر عنوان توضیح حقایق دینی در برابر برخی از شبهات بحث کردیم و 1000 کپی DVD یا آن را پخش کردیم. این البته 5-6 ماه پیش کار کردن و یا یک پنل پنج نفره آمدن و در تلویزیون پیام افغان گپ زدن که من سر از او آمدم گپ زدم و یکی غلطی از یاره گرفتم. یک دو نفرشان که غلطیشان نگرفتم از خاطر که امو وقت بر از او نداشتم، اما آقای ستار سیرت گرفتم، شعیب مجدی را گرفتم، آقای ارشد ارشاد گرفتم. نه، امو آقای شعیب مجدی که میگفت در 18 دقیقه یک امریکایی بیاید که در افغانستان یا عراق عسکر بوده خودم میکشن و باز در یک روز میشه 24 نفر. ما آمدم که در 18 دقیقه اگه یک شبه از 72 که زیاد میشه. نه، مثل از او از آقای ستار سیرت که گفتم که آقای ستار سیرت میگفت که از بالا خداوند در طایف برای به دست جبرئیل و پیغمبر اول داد که آمدیم که برات وردار کنم طایف تک تک کنم. باز پیغمبر میگه خدا صاحب می کار نکنین، شما نمیفهمین، باز یک روز دیگه از یا مسلمان ها تولد میشه. برین و برنامه ما رو سعی کنین که ما یارا چقدر خوب تشریح کردم. اینی دفاع از معتقدات دینی است.
معتقدات ملی آقای ستار سیرت، شما از ترس یک کلمه بر علی طالب گفته نمیتونین، بر علی آیسای گفته نمیتونین، بر علی گلبودین گفته نمیتونین. یگانه چیزی که میگین که امریکا غلط کرده، دشمن اسلام امریکا است، دشمن اسلام اروپاست. و یا بعدا ما در اسپیچ های بعدیشان اینا ده دقیقه یک دفعه گفت زن هفت دقیقه ایجا بازم آقا هر چند دقیقه بعد میخیزه و یک لکچر دیگه دیجا خانم میخیزه بعد از چند نفر دیگه. وجمع موسنی والنتیر تلویزیون آرمان و ایمان هستم. مردم با اداره تلویزیون تعریف و توصیف میکنند اما کمک مالی نمیکنند. اولی که وجمع جان شما خدا ناکرده در فکرتان نگرده که وقتی که ما بر علیه نابسامانی های آقای ستار سیرت یا که هم قطارهایشان گپ میزنیم، خدا ناکرده شما هم در قطار هستین. ما از شما از صمیم قلب سپاس گذارستم که شما والنتیرلی میرین در ایجا کار میکنین. شما بر از این نمیکنین که اینا را شخصا کمک کنین. من نیست یک افغان، یک درد دارین، میخواین یک به یک نوزن ها کمک کنین. ای کاش که یا این کپاسیتی توانمندی را میداشتن که کمک شما را به یک شکل خوب استفاده میکردن که از او یک ثمر خوب میامد. اما شما باید قبول کنین که ما خودت را به دیده یک خواهر زیبا و خوب خود سپاس میکنم. بعد از اینا یک آقای دیگه میخیزه به نام احمد ضیا فیروزپور، استاد یونیورسیتی بلخ. اینا میگن که به جهان غیر اسلام چهره اسلام مثال ترور و خشم و جنگ معرفی میشود. مسلمانان خط وسط چطور تندروی اسلامی، دهشت افغانی و ترور را از ممالک اسلامی و جهان دور کنیم؟ اینا دو دقیقه و 31 ثانیه گپ میزنن. اینا هم استاد یونیورسیتی مزار شریف هستن و در اینجا حتمی به ادامه برای ادامه درسایشان آمدن. در اینجا چقدر مقبولی آقا میگه، میگه اسلام امروز چهره که داره چهره دهشت افغانی، قتل کشتار داره. چطور ما مسلمانایی که افراطی نیستیم، چطور ما میتونیم که امیر یک چهره انسانی بتیم؟ در اینجا باز آقای ستار سیرت که یک وظیفه داره، ایمه خیزه مثل گلبودین و ملا عمر دفاع میکنه، میخواید که این استادم یک قمچین کاری کنه. سعی کنین که در اینجا باز خودان چند دقیقه دیگه جاشخایی میکنن که چی میگن در اینجا. تبصره استاد عبدالستار سیرت: همکاری و نزدیکی اگر هست مستحکم تر شود. این لجه را دارن نه؟ همکاری و نزدیکی اگر هست مستحکم تر شود. یک گپ بیماناست. ده پانزه سال، 20 سال شما در خط اول استاد شدین ستار سیرت، مردم را در پشت خود آوردین، ده ها هزار دلار، صد ها هزار دلار به شما کمک شد، وزیر عدلی افغانستان و امیال هم شما نامزاد هستین، نامزاد میخواین شاین بر ریاست جمهوری در کشور. ایتی یک گپ بیمانا. اگر نزدیکی و همکاری است مستحکم تر شد. یعنی من خبر ندارم آیا شما که یکی دیگه همکار هستین؟ اگه هستین امورا مستحکم تر بسازین، بسیار خوب میشه. کمک به تلویزیون ایمان قابل تایید است به شکل کمیسیون و یا از طریق عوضه معلم. این رو سعی کنین. چالاکی آقای ستار سیرت هم. آقای ارشد ارشاد یک تلویزیون جور کردن، به کمک نیاز دارن. آقای ستار سیرت نمیخوای کمک مفتشان، خودشان رئیس شبکه معلم هم میخوای که بگوی که این رو کمک میکنیم، مگر زیر چتر حوزه معلم که خودشان رئیسه. یعنی ایران میخواین بقپن از پیش ارشد ارشاد در دست خود بگیرن. اینا اینقدر خودخواه هستن. اما باشین که سر یاغایی که استاد یونیورسیتی بلخ ایره چی رقمی میخواین سیلی کاری کنن، سعی کنین در اینجا. و اینی طرز تفکر اصلی آقای ستار سیرت نشان میده. رند کورپوریشن که من نمیفهم کدام کورپوریشن، امریکاییست یا چی، بعد از تحقیقات میگویدم، این آقای ستار سیرت به مردم میگه دشمن بزرگتر اسلام است، باید مبارزه شود و اسلام از داخل ضعیف شود. میگه یعنی این کمپانی بعد از ریسرچ ها اعلان کرد که دشمن ما دیگه حال اسلام است، اسلام را باید از ضعیف سازیم، اسلام را به اسلام فاندامنتالیسم و اسلام سکولر طرفدار غرب یا میانه رو طرفدار غرب جمع صف بندی کردن. یعنی ما را دو حصه کردن غربی ها، یکی اسلام افراطی، یکی اسلام میانه رو و اسلامی که باور
با یک قاید مذهبی چندان نداره که بین هم اختلاف داشته باشن. آقای ستار میگه که یارا اتو دستبندی کردن که یا در جنگ تکی دیگه بفتن و در انتها گروپ سکولر و یا مادرن تایید شود. میخواهند مسلمانان غربگرا را سر قدرت بیاورند. میبینین؟ یعنی که گلبودین و مولای عمر و عیسی اینا کلش درست است. گناه از امریکاست. میخواه اسلام دستبندی کنه، متفرق بسازه. این حال ما که جنگ میکنیم برای علیه امریکا با اینه. میخاطر است آقای استاد یونیورسیتی بلخ خودت میگه که اسلام وظیفه ما مسلمانای میانه رو است که چهره اسلام تغییر بدیم و از دست افراطی ها بکشیم. تو غلط هستی، امریکا پلان داره، تو نمیفهمی. میخواهند مسلمانان غربگرا را سر قدرت بیاورند، یعنی نفرهای مثل ما را. یک ظلم بزرگ با بشریت است. چرا ظلم بزرگ با بشریت؟ آقا خودت بر ریاست جمهوری رن میکنی، امقدر دقت داشته باش. میتونی بگویی که مثلا این ظلم است با مسلمان ها، نه؟ این اما این ظلم با بشریت نیست. بشریت کلش مسلمان نیست. برای مسلمان ها با مدید خودت یا این کار که کردن ظلم است. ظلم است به کی؟ به جهان اسلام. اسلام یک اسلام است. این صنف بندی ها غلط است. استاد یونیورسیتی بلخ سیلیکونی میکنه. اسلام دین وسط است، نه افراط و نه تفرید. اسلام را اول خود باید بشناسیم، بعد به دیگران معرفی کنیم. یا آقای چیرت انوزم سیلیکاری داره که تو اسلام کی میفهمی؟ اسلام یک اسلام افراط و تفرید نداره. چرا نداره آقای محترم؟ اول همی که خودت میگی که ما دین ما برتر است، پیغمبر ما برتره، به خاطر از اینکه ما امر بالمعروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، ایمان ما با الله است. فکر میکنیم که جوشا نداره بکشم آیات قرآن برتان تشریح کنم، ده ها دفعه کردیم. عین ایمان دارن کریستیان ها، عین ایمان دارن. و شما وقتی که میگین که ما از دیگر ها کده برتر هستیم، کتاب از یا منسوخ شده، پیغمبر ما بهتره، چی میکنین؟ در دنیا قتل و کشتار از یار ترویج میکنین. بناهن اسلام افراطی هستین، اسلام وابسته عیسی هستین، اسلام بر علیه غرب هستین. سعی کنین که غرب چقدر تحمل داره. خودت آقای محترم ستار سیرادمی آمریکا آمدی، کارم دیگه نکدی، حتمی تقاعدی میگیری از این مملکت، نه؟ برات مدیکال میتن پیسه تاکسی کی سونم کریستیانانم جوش هست. یا بر علیه خودت اینمی احساسات توهین و تحقیرآمیز و قاتلانه و دزدانه و لچکانه را ندارن، اما خود در مملکت خودشان نانشان را میخوری، اوشان را میخوری، دوایشان استفاده میکنی، برلایشان تبلیغ میکنی. ما همیشه میگم که جنریشن دیگه تروریستا از امریکا میرن در دیگه دنیا، بر علاوه که خود امریکا را میخواین خراب کنن. او دفعه از کشورهای مدل ایست آمد، با کمک آیسای آمد، ای دفعه از اوجه نمیند. این همین مسجدایی که در پشت خانه از یا ماجور کردیم که یا از نهایت صمیمیت و مهربانی و احترام به ادیان دیگه به ما اجازه دادن، ما در این همین جا به اساس این همین نفرتایی که آقای ستار سیرت خودت، این همین آقای صفی الاغک، این همین کسای دیگه که همراهیت هست و ده ها و صدها مسلمان پاکستانی و ایرانی و عربی و غیره و غیره در اینجا به وجود آوردن، اینمی اولادکای ما را یک تعدادش شما شستشوی مغزی میکنین، ازشان تروریستا جور میکنین. بنان شما مسلمان های افراطی هستین. یا آقایی که استاد یونیورسیتی بلخ است، این میانه رو این یک وظیفه داره که تو را از دامن اسلام پس کنه و تو را از چهره اسلام پس کنه و صفی الله را، و ما همی وظیفه را دارم و ما مسلمان ها در سراسر جهان اینمی وظیفه را داریم که آدم های مثل شما را پس کنیم. من نو ماسک از روی قرآن شریف بر شما تشریح میکنم، قرآن، و شما از قرآن میگروزین دوباره در دامن حدیث های ابو سفیان و ساختگی خودم اندازین. آقای ستار سیرت، شما نگفتین که با دختره که 4 ساله میتونیم عروسی کنیم؟ ایره چی میگین؟ اسلام افراطی میگین؟ اسلام در تفرید میگین؟ کدام اسلام هستی؟ اسلام وسط است؟ اسلام شما از افراطی است. عروسی با دخترک 4 ساله، از آقای مجددی خط نکردن زنها، آقای صمدی قاری صفی الله که توتای سر چوب قفس طلایی شما هستن و کسای دیگهشان، یا اینمین نفرت مذهبی را در این مملکت تحریک و ترویج میکنن.
برین در برنامه مسلم نان مسلم مریجز، مسلم نان مسلم مریجز، ببینین که ما همین نفرت را که سیمین عمر و ای صفی الله و دیگه در این مملکت پیش میبرند. برین برنامه و همکار دیگه تانه که به نام رباب شکن میگفتم در برنامه مسکینیار تی وی با شفیع عیار ببینین. شما اسلام میانه رو نیستین، شما یک اسلام کثیف قتال پیشه ای را که از زمان ابو سفیان شروع شده امروز به پیش میبرین. و ای آقای دیگه که از یونیورسیتی بلخ است، ای درست میگه، ای اسلام میفهمه، منتها با یک زبان دیپلماتیک برای شما گفتن. به تعقیب از یا یک آقای دیگه بلند میشه که یام یکی از امی دست پرورده های ستار سیرت است. اینا در اینجا نشته شده که استاد رضا عطایی برنامه قرآن و کتاب مقدس، اینه فکر کنین ستار سیرت، اینی دوست شما یک برنامه داره قرآن و کتاب مقدس، یعنی که یه میخواهی که مقایسه کنه که قرآن چقه کتاب بالاست، کتاب مقدس که بایبل است ای چقه پایین است. ای آمده و ای را میخواهی دمی جان برای مردم بگوی که در کتاب مقدس چی نیست، ارث بر زن نیست، در کتاب ما است، در کتاب مقدس اگه یک آدم دوزی کنه این شطرشان باید کشته شد. من این فهمیده کجا خوانده و ولی در کتاب ما تنها دست دوز بریده میشه. او ساده، او لوده، این همین نفرهایی که دست می برن تا امروز می برن. اما برو در کدام کشور که عیسوی است امروز شطر یک نفر می کشه به نام ازی که دوزی کری. این همین خودت سعی کن که در این مملکت زندگی می کنی، بر اجازه دادن که برنامه قرآن و کتاب مقدس داشته باشی. در افغانستان اگر یک کریسچن بیاید در تلویزیون در اوجه گپ بزنه برای مردم و کتاب قرآن پایین بزنه و کتاب خدا بالا، چی میکنیم؟ دقت کش میکنیم؟ نه، اینی انسانیت ماست. اینی آقای ستار سیرت میگه که ما اسلام بالا و پایین نداریم، افراط و تفریط. یک اسلام نه آقای ستار سیرت، بازینمی آقایی که در اینجا آمده برنامه قرآن و کتاب مقدس داره در اینجا دو و دشنام میته، باز یک شیرک هم گفته در اینجا، والله این شیر از ایرم از شرم خوانده نمیتانم. اونم یک برنامه داشتم واز محمد پرفکت من یا پرفکت مسلم و ایرم و آقایی که در تورانتو یک شعر در مورد ما گفته بود، نه ما را خواندم. اگه ای آقا با امو آقایی که او شعر گفته بود در میحوز بابر یکی دیگر را ببینن، اتمی و آقایی که از تورانتو سمت دک 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 میلرزه، بازی را که ببینه که یام میلرزه، برش میگه که بایی تم شعر بولتا؟ اون از اونو استایل اشعار گفته و این شعر بیمانا و بیربتش در اینجا موجود است. در این جمله کسایی که در این مجلس یک آقا به نام عزیز الله زمریالای میخیزه و ای به مردم میگه که اگر بخواییم اتحاد اتفاق کنیم باید قلبهای خود سیقل کنیم، باید با ایمان باشیم که بتانیم با هم دیگه اتحاد کنیم. و این بسیار گپ درست است. اما آقای عزیز الله این قلبهای از یار اقا زنگار زده که اگر سیقل کنن اما چی که میرن میگه نه که کالا در شش رفت، این قلبهای از یار در شش میرد، امو سیقل کردن میره در قلب هیچ چیز نمیمونه، کلشان سکته میکنن. و دیگه ای که آقای زمریاله یک شعر دیجه میخونن با پشتو و میگن که از پدرشان است. من این شعر در مکتب خونده بودم، بسیار یک شعر مقبول است، اما خدا کنه که من هنوز یادم مانده باشه که بخونم. دیجه او را نوشته نکردن، تنها مانایش با فارسی نوشته کرده بودن، ولی من نمیفهمیدم که آقای زمریاله ای شعر گفته بودن، این پدر مرحوم عزیز الله زمریالای، ولی چونی شعر بسیار مقبول بود ای از اون صنف هفته هشت مکتب که بوده تا حال در یادم مانده. میگه کته وای چه زیم، اوزه وایم چه زیم، نبته نبه زیم، او کته وای چه تای، اوزه وایم چه تای، امبته امبه زیم. اگر ما بگویم که ما هستم و تو بگویی که ما هستم، نه تو خود بودی و نه ما، و اگر تو بگویی که خودت هستی و ما بگویم نه خودت هستی، هم تو می باشی هم ما. و ما فکر میکنم که میره برای ما اگر هم امروز بمورن و یا برن در او دنیا یک جای همی آقای از مریاله شیشته باشه که یا بیاید، اما تی یا بیاین دستایش هم آج کنن که صاحب محترمین ما آمدیم. امی طرف از یا آمد یک سیل زشت خواد کردم، یک ده و چتی ها را خواد زد که نگفته بودم اتان، نگفته بودم اتان که نگوین که ما مستم و ما مستم و ما مستم. روح
پدر شما آقای عزیز الله شاد باشه. ما با نفرهای مثل از اونا ضرورت داریم. اما آیا ستار سیرت ای توانمندی را داره؟ به هیچ وجه نداره. در تمام برنامه زیاد تنها یک آقا به نام وحید احمدی از جوانان میخیزه و میگه که حملات انتحاری از اخلاق و تربیه اسلامی بدور است. آدم ربایی از تربیه اسلامی بدور است. یگانه نفر جالبه. اما دیگه هیچ کسی و یه آقایی که آمدن که ما از معتقدات ملی خود دفاع میکنیم. تنها گفایی که میزنن بر علیه امریکا و اروپا است. چون یا میفهمن که امریکا و اروپا دموکرات هستن تو را به خاطر ابراز عقیده بلکه سیلی نمیزنن. اما اگه بر علیه آیسای یا طالبا گفت زدی باز با شاید به یک ریسپان اینجید پرد آقا دوالا بالایت کنن. نه؟ این حال یا اوسون پشت خود دور دادن بر علیه از این مردم. اما آقای ستار سیرت اگر همه امریکا و اروپا امروز افغانستان برایه چی خواهد شد؟ همین سال $1 بیلیون ریال در افغانستان میره مصرف میشه. او وقت چی میشه؟ آیه سایمه باز خودت هم که افغانستان بری شلاق میزنند به خاطر که آقای ستار سیرت ریشت از شیشی علکین پیش تیر نمیشه، ریش آقای شعیب هم تیر نمیشه، ریش های کلت هم تیر نمیشه. آقای قاری صفی الله میتونه که طالب ها باشه، او آقای دیگه که از مسجد عمر فاروق یا میتونه، دیگر آیتان نمیتونه. اوسو زنا را بیچاره را شلاق میزنه که چرا از زیر چادری پایش برآمده. اوسون آقای ستار سیرت هم تو شلاق میزنن. این حال شما چی میکنین؟ ما را در دست آیه سای میتین. آقای ستار سیرت شما نه تنها از معتقدات دینی و ملی و فرنگی ما دفاع نمیکنین بلکه برعکس از او. از تلویزیون زرین خواهش میکنم که در دنبال این برنامه ما یک برنامه دیگه نیم ساعته دارم که قالین باف یا مای رسپانس تو قالین باف او را بگذارن. این برنامه ما تصمیم نداشتم در تلویزیون بمانم، اما سعی کنین آقای ستار سیرت ببینین که ما حتی به سوالات آدمایی که بسیار ارزش نداره که جوابتم جواب میدم دوستانه و با تمام دلایلی که دارم، به خاطر که ما میخواهیم که هموطنای عزیزم که شما اتو در کجراکشانده نشان شستشوی مغزی کردین دوباره از گیر شما نجاتشان بدم. اینی را میگن دفاع از معتقدات دینی که معتقدات ملی هم در کنارش میه. تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ میسپارم.